شب شما بخیر به برنامه بازار استرو نیوز خوش آمدید. در نخواست سرخط خبرها. واگذاری شماره از پروژه ها به یک شرکت لبنانی. شرکت لبنانی خطیب العالمی در بیش از یک سال گذشته توانست از بیش از 6 پروژه مشوره دهی و طرح پروژه های گوناگون را از نهادهای دولتی به دست آورد. بله، اینا همو توانایی و دانشی را که در بخش مشورتی دارن، اینا توانستن که این قرارداد را برنده شون. انتقاد از قطع و وصل لین های برق وارداتی در هرات. باشندگان هرات میگن که وقت ناوقت برقهایشان قطع می شود و این کار با در نظر داشت گرمای شدید در این ولایت سبب مشکلات زیاده برای آنان شده است. مشکلات یک هفته که برق مونه داریم، به یک هفته به دو بجه شب ما برق علمه کنه سرشون برقی چی مونه داریم. توسعه رابطه بازرگانی کشور با روسیه سفید. مسئولان تجارت و صنایع از توسعه رابطه بازرگانی با روسیه سفید خبر می دهند. مشخصا میوه خشک و تازه وجود دارد و ما باید رابطه مستقیم با خود بلاروسیه داشته باشد. و حل مشکلات ویزای عربستان برای کارگران کشور. سفیر عربستان سعودی از هر چه زودتر مشکلات ویزای کار برای کارگران افغانستان در این کشور خبر می دهد. زرمینه محمدی هستم تا یک ساعت دیگر با تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. مشروع خبرها. سفیر عربستان سعودی از حل هرچه زودتر مشکلات ویزه کار برای کارگران افغانستان در این کشور خبر میدهد و در نشست که به هدف تسلیم دهی 150 تن خرمای کمک شدن کشور به افغانستان را اندازی شده بود میگوید که امیدوار است در آینده های نزدیک پیشرفت های خوب در این زمینه به دست آید. از هم مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی میگویند که قرار است عربستان سعودی در تجهیز بزرگترین بیمارستان درمان سوراخ قلب کودکان که در کشور ساخته شده است کمک کند. سفیر عربستان سعودی هنگام تسلیم دهی 150 تن خرما به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی میگوید که این کشور درباره حل مشکلات کارگران افغانستان و دادن ویزای کار به این کارگران با حکومت افغانستان سرگرم گفتگوها است. در موضوع کارگران افغانستان در عربستان و کارگرانی که تازه به این کشور برای کار می روند، باید بگویم که ما در حال مذاکره با حکومت افغانستان هستیم تا مشکلات حل شوند و به زودی نویدهای خوشی را در این باره خواهیم داشت. در این حال سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی می گوید که عربستان سعودی در کنار اینکه سالانه 150 خرما به این نهاد کمک می کند، قرار است برای تجهیز یگانه بیمارستان بزرگ در مان سوراخ قلب کودکان کمک های چشمگیری به این نهاد بکند. وی میگوید که از همین کمک شمار از کودکانی که با بیماری های سوراخ قلب مبتلاند نیز به بیرون از کشور فرستاده خواهند شد. کشور عربستان فعلا بررسی میکنه و توافق کرده که 6 میلیون دلار امریکایی را برای خریداری تجهیزات شفاخانه ما تخصیص بدن و وعده کردند که مبلغ 12 میلیون دلار امریکایی را برای تداوی سوراخ قلب برای ما تخصیص بده. عربستان سعودی یکی از کشورهای بزرگ اسلامی است که در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک می‌کند. تا کنون این کشور در بخش‌های آموزش و پرورش، فراهم ساختن کمک‌های بهداشتی و مسکن میلیون‌ها دلار به افغانستان کمک کرده است. مقام ها در منطقه ویژه صنعتی ژوهای در جنوب چین اطمینان دارند که با وجود تنش های بازرگانی میان ایالات متحده و چین گواهی پیشرفت های اقتصادی خواهند بود. برخی از شرکت هایی که در این منطقه کار میکنند میگن که پیشرفت های اقتصادی در این منطقه مانند 40 سال گذشته ادامه خواهد یافت. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصاد از اثرهای ناگوار تنش های بازرگانی میان واشنگتن و بیجینگ بر اقتصاد جهانی هشدار میدهند. این شرکت فومرامیتا در منطقه اقتصادی ژوهای در ولایت گوانگدونگ در جنوب چین است.
هرچند با افزایش تعرفه ها از سوی ایالات متحده بر فراورده های چینی، برخی از شرکت های چینی نگران آینده کاروبارشان هستند، اما رئیس این شرکت می گوید که به ادامه پیشرفت های اقتصادی شرکتش اطمینان دارد. رویارویی بازرگانی میان ایالات متحده و چین بر بازار سرمایه و تمامی اقتصاد صنعتی اثرگذار خواهد بود. به این روزها گفتگوها درباره همین رویداد فزونی گرفتند. اما همچون یک شرکت تولیدی ما همواره برای این مشکل نیز یک راه حل داریم. شرکت‌های چینی می‌گویند که با تمرکز بر بهبود فراورده‌هایشان می‌توانند در برابر اثرهای منفی تنش‌های بازرگانی مقاومت کنند. کارایی چیزی است که بیش از همه به آن ارزش می‌دهیم. دوم هم بازبینی است که از آن تجربه می‌گیریم. اینها دو موضوع بنیادی در بازرگانی ما هستند. یکی از علتهای افزایش تعرفه‌های گمرکی بر فراورده‌های چینی از سوی ایالات متحده در نظر گرفته نشدن حقوق ملکیت معنوی از سوی شرکت‌های چینی بوده است. اما اکنون چین برای بهبود وضع حقوق ملکیت معنوی در این کشور برنامه‌های را روی دست گرفته است. ما بر حقوق ملکیت معنوی تمرکز داریم و شرکت ها کمک می کنیم تا از این دارایی هایشان نگهداری کنند و قدرت رقابتیشان را افزایش دهند. منطقه اقتصادی ژوهای 40 سال پیش ایجاد شد و در این 40 سال همواره گواه پیشرفت های روزافزون بوده است. شرکت های فعال در این منطقه می گویند که می خواهند نوآوری را در کارهایشان افزایش دهند تا در صحنه رقابت های جهانی در عرصه اقتصاد پیروز باشند. شماره است باشندگان ولایت هرات از پرچاوی های برق در این ولایت شکایت دارند. آنان میگن که وقت و ناوقت برقهایشان قطع می شود و این کار با در نظر داشت گرمای شدید در این ولایت سبب مشکلات زیادی برای آنان شده است. در این حال مسئولان شرکت برشنا میگن که به علت قطع شدن برق وارداتی ایران به هرات این مشکل با وجود آمده است و ایران باید بر بنیاد پیمان فروش برق به افغانستان نگذارد که برق به این ولایت قطع شود. شما از باشندگان ولایت هرات از حکومت میخواهند تا موضوع قرارداد برق وارداتی کشور ایران را بررسی کنند. آنان میگویند که از چند هفته بدین سو پرچاوی های برق در این ولایت بیشتر شدند و این کار مشکلات بزرگی به آنان با وجود است. مشکلات یک هفته که برق مونه داریم. به یک هفته به دو بجه شب ما برق نمیکنه، سرشون برقی چی مونه داریم. خو امر به دو بجه نه کو به سرشون میلکو. که ما بوتیم نو اخبار بشنویم، نان بخوریم، یک چیز نماز خور بخوانیم، به تحریکی هم ماندیم. حکومت با ایران قرارداد داره، باید به طبق قرارداد خوب برق برای ایران آماده و معیا سازه. از ساعت شوم که این میره به ساعت دو بیجه شوی برق پس میاید. خب دو بیجه شوی نه به درد دکون میخوره نه به درد خونه. از سوی هم مسئولان شرکت برشنا میگویند که در صورت حل نشدن مشکل برق وارداتی ایران، این شرکت برق وارداتی ترکمنستان را جایگزین برق وارداتی ایران خواهند ساخت. اونا متعهد به دادن برق دوامدار به مردم هرات هستند. ما پیش پرداختات به وقت زمان زود داریم، پول از را دادیم، با تمام اصول و موادات قرارداد با کمال حسن نیت با او برخورد کردیم. و آمادگی های عام متام در قسمت برگستانی با مردم عزیز هرات داریم. در حال حاضر از 132 مگاوات برق وارداتی به ولایت هرات 90 مگاوات آن از ایران وارد می شود. اما در هفته های اخیر برق وارداتی از ایران به علت های نامعلوم قطع و وصل می شود که این کار مشکلات بزرگ را در شهر هرات به وجود آورده است. شرکت لبنانی خطیب العالمی در بیش از یک سال گذشته توانسته است که بیش از 6 پیمان مشوره‌دهی و طرح پروژه‌های گوناگون را از نهادهای دولتی به دست آورد. هرچند شرکت خطیب العالمی که یک شرکت لبنانی است، در پروژه‌هایی که مسئولیت کمتر و هزینه‌های مناسب دارند سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما واگذاری شمار زیادی از پروژه‌ها در زمان کم به این شرکت برای شمار از نمایندگان مردم پرسش برانگیزند. حکومت باید برای جلوگیری از حیف و میل درآمدهای غیر مالیاتی در کشور سیستم موثر و شفاف را در این بخش
عملی سازد. شمار از آگاهان میگن که اکنون هم به علت سیستم های فرسوده و شیوه های غیر معیاری در گردآوری درآمد های غیر مالیاتی در کشور، بخشی از این درآمدها حیف و مایل می شوند. چه په افغانستان کې د پخوانی او زوړ سیستم رایجول او همدارنګه د هغو کسانو د خوانه دا تطبیقول چې دوی خپل جیب ته او خپل کورنین اقتصاد ته او مافیایی اقتصاد ته د زمینه برابرول، د هغه کسان دي چې زوړ سیستم غواړي او نوی سیستم ته توجه نه کوي. دومه موضوع نارامی، نامنی، فساد، بروکراسی، کاغذپرانی، هاگ عوامل دی چه متاسفانه ده غیر مالیاتی موضوعات و زمینه پا افغانستان که دیره برا برا کرده ده. دا پا دامانه ده چه هر هاگ چوک چه سیستم تا داخلی جی باید سیستم تا کار وکده، نه چه پا پخوانی سیستم بانده باید تکیه وکده او یا اعتکا وکده او یا هم هغه د تطبیق لپاره ډیره حالی ځلی وکړي. په دې کې داخلي کړۍ زه ډیرې ګرامې بولم، داخلي کړۍ د پارلمان د وکیل څخه رانیولې تر موینه پورې، د موین څخه رانیولې تر وزیره پورې او تر هغه ماموره پورې چې دی په سابقه سیستم باندې بلد ده او نوی سیستم ډیجیټلي سیستم ته او ډیټابیس ته دی مخه نه ویني او هڅه یې په دا باندې وي چې په پخوانی سیستم کې کمیشن اخیستل کیږي، غلا کیږي او همدارنګه نورو مالی او جانی موضوعاتو ته لاره هواریږي تر څو دوی وکولی شي چې خپل اقتصاد قوي کړي، مافیایي کړي قوي کړي او د افغانستان ملي اقتصاد ته ضربه ورسوي او خپلې ګټې نسبت ملي ګټو ته ارزښمنې وي او بالاخره د نظام په اړم دای یو ننګونه وکولی شي. فکر کوم چې میلیاردونه افغانۍ شخصی جیبونو تزی دی غیر مالیاتی سیستم لالی. مثلاً وزارت نجیب آب از کاهش 1.5 میلیون متر مکعب آب در ذخیره بند قرغه خبر میدهند. سخنگوی وزارت نجیب آب میگوید که امسال در بند قرغه در حدود 6.5 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است. در این حال شمار از باشندگان این محل از کم شدن آب شکایت دارند. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. پس از یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم. ادامه برنامه بازار. مثلاً اتاق تجارت و صنایع از توسعه رابط بازرگانی با روسیه سفید خبر میدهند. سخنگوی این وزارت میگوید که بر بنیاد القماندی روسیه سفید برای توسعه بازرگانی با افغانستان تا چند ماه دیگر دومین نشست بازرگانان دو کشور در شهر روسیه برگزار خواهد شد. در این حال مثلاً وزارت صنعت و تجارت میگوید که در حال حاضر حجم بازرگانی افغانستان روسیه سفید در حدود 4 میلیون دلار در سال است. مثلا اتاق تجارت و صنایع میگویند که بنابر علاقمندی روسیه سفید به توسعه بازرگانی این کشور با افغانستان و نیازمندی های بازارهای روسیه سفید به فراورده های باقی کشور، قرار است که نشست های گوناگون تواصل بازرگانی با این کشور راه اندازی شود. سخنگوی این اتاق میگوید که در ماه های آینده گذشته از برگزاری نمایشگاه های مشترک با روسیه سفید، زمینه های نشست های بازرگانی مشترک میان دو کشور نیز فراهم خواهند شد. بلاروسیا مارکت بالقوی ما هست و تقاضا بسیار زیاد به میوجات ما به مشخصا میوه خشک و تازه وجود دارد و ما باید رابط مستقیم با خود بلاروسیا داشته باشیم. در همین حال سخنگوی وزارت صنعت و تجارت از ایجاد کمیته توسعه بازرگانی و اقتصادی با روسیه سفید خبر میدهد. سخنگوی این وزارت میگوید که با بکار شدن این کمیته روند دادستاد بازرگانی کشور با روسیه سفید از راه ازبکستان و ترکمنستان توسعه خواهد یافت. کمیته همکاری اقتصادی و تجارتی رشد ازی و در آینده نزدیکی سکتور خصوصی افغانستان با سکتور خصوصی بلاروس در بخش جذب سرمایه گذاری در افغانستان یا سرمایه گذاری مشترک و همچنان داد و ستد، من مطمئن هستم که هم به نفع افغانستان هم به نفع بلاروس است.
برمیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت، در حال حاضر حجم بازرگانی میان افغانستان و روسیه سفید بسیار اندک است، اما فرصت های بزرگ برای افزایش حجم بازرگانی میان دو کشور وجود دارند که با بکارگیری از آنها در سالهای آینده این رقم به چند برابر افزایش خواهد یافت. مسئولان وزارت نجیب آب از کاهش 1.5 میلیون متر مکعب آب در ذخیره بند قرغه خبر میدهند. سخنگوی وزارت نجیب آب میگوید که امسال در بند قرغه در حدود 6.5 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است. در این حال شماره از باشندگان این محل از کم شدن آب شکایت دارند. بر بنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، بند قرغه ظرفیت ذخیره در حدود 12 میلیون متر مکعب آب را دارد، اما سال پیش 8 میلیون متر مکعب آب در این بند ذخیره شده بود که این رقم امسال به 6.5 میلیون متر مکعب رسیده است. در همین حال شماره از باشندگان نزدیک بند قرغه میگویند که امسال سطح آب در این بند به گونه چشمگیر کاهش یافته است. پارسال بسیار آب زیاد بود، امسال کم شده. مردم زراعت میکنه، از اینجا آب میبرد، اینجا ماشینا رو روشن میکنه، مدار حال کم شده، یک ذره مشکلات زیاد شده. در اثر نامدیریتی که صحیح مدیریت نمیکنه نوا، فقط یو جاریز آمد نداره از طرف پغمان، یو هم تیلاست. بند قرغه یکی از بندهای آبگردان در کابل است. وزارت انرژی و آب از بهره برداری پروژه ترمیم و بازسازی بند قرغه تا آخر امین سال سخن میزنند. که شامل بازسازی و کانال میشه که آب انتقال میده به خود ساحه بند و همچنان یک سربند است که از منطقه پغمان در اوج آبگیر اصلی بند قرغه امو سربند است، از امو ساحه آب وارد بند میشه و فاز دومش در واقع خود جسم بند و ساختمان بند است که گفته می شود که پروژه ترمیم و بازسازی بند قرغه با هزینه 120 میلیون افغانی در دو بخش یک سال پیش آغاز شده بود و قرار است که با بازسازی و پاکاری این بند، گذشته از افزایش آبگیری این بند، جلو ضایعات آب آن نیز گرفته شود. سفیر عربستان سعودی از هرچه زودتر مشکلات ویزه برای کارگران افغانستان در این کشور خبر میدهد. وی در نشست که به هدف تسلیم دهی 150 تن خرمای کمک شده این کشور به افغانستان را اندازی شده بود، میگوید که امیدوار است در آینده های نزدیک پیشرفت های خوبی در این زمینه به دست آید. از هم مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی میگن که قرار است عربستان سعودی در تجهیز بزرگترین بیمارستان درمان سوراخ قلب کودکان که در کشور ساخته شده است کمک کند. سفیر عربستان سعودی هنگام تسلیم دهی 150 تن خرما به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی میگوید که این کشور درباره حل مشکلات کارگران افغانستان و دادن ویزای کار به این کارگران با حکومت افغانستان سرگرم گفتگوها است. در موضوع کارگران افغانستان در عربستان و کارگرانی که تازه به این کشور برای کار می روند، باید بگویم که ما در حال مذاکره با حکومت افغانستان هستیم تا مشکلات حل شوند و به زودی نویدهای خوشی را در این باره خواهیم داشت. در این حال سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی می گوید که عربستان سعودی در کنار اینکه سالانه 150 خرما به این نهاد کمک می کند، قرار است برای تجهیز یکگانه بیمارستان بزرگ در مان سوراخ قلب کودکان کمک های چشمگیری به این نهاد بکند. وی میگوید که از همین کمک شمار از کودکانی که با بیماری های سوراخ قلب مبتلاند نیز به بیرون از کشور فرستاده خواهند شد. کشور عربستان فعلا بررسی میکنه و توافق کرده که 6 میلیون دلار امریکایی را برای خریداری تجهیزات شفاخانه ما تخصیص بدن و وعده کردن که مبلغ 12 میلیون دلار آمریکایی را برای تداوی سوراخ قلب برای ما تخصیص بده. عربستان سعودی یکی از کشورهای بزرگ اسلامی است که در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک می‌کند. تا کنون این کشور در بخش‌های آموزش و پرورش، فراهم ساختن کمک‌های بهداشتی و مسکن میلیون‌ها دلار به افغانستان کمک کرده است. شرکت لبنانی خطیب العالمی در بیش از یک سال گذشته توانسته از بیش از 6 پیمان پروژه مشورت دهی و طرح پروژه های گوناگون را از نهادهای دولتی به دست آورد. هرچند شرکت خطیب العالمی یک شرکت لبنانی است، در پروژه هایی که مسئولیت کمتر و هزینه های مناسب دارند سرمایه گذاری میکند.
در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با عزت‌الله ادیب، مسئول بخش تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. در عزت من نقشالسی. ممنون. آقای ادیب، آنچنان که گفته میشه که شرکت خطیب العالمی در یک سال گذشته اینا توانستند که 6 پروژه اسنادهای مختلف حکومت به دست بیارن، حکومت افغانستان، و بیشتر از این مورد گفته میشه به اینکه اینا در بخش‌های سرمایه‌گذاری میکنن که هزینه بسیار خوب داشته باشه و مدت بسیار کم داشته باشه، یعنی کار بسیار کم داشته باشه که شرکت بره در سرمایه‌گذاری بکنه. چرا به یک شرکت مشخص به این گونه امتیازات داده میشه و شرکت‌های دیگر ما متأسفانه از این امتیازات برخوردار نیستند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو لیدونکو ته سلام او درنښت. په افغانستان کې د خارجي شرکتونو لپاره د کار زمينه او د ګټ زمينه ډېره زیاته مساعده ده. کله چې موږ په افغانستان کې د مشورتي شرکتونو خبره کوو او یا هم د ځینو تطبیقونکو شرکتونو په اړه باندې خبرې کوو، خصوصا په ساختماني برخه کې، موږ کله ډېر نږدې او یا هم د ډېر پراخې بودیجې هغه پیمانې ته وګورو، هغه شرکتونه چې په افغانستان کې کار کړی ده، نو موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د دوی کار څومره مؤثر و. کله که موږ په دقت باندې د دوی کارونه وګورو او یا هم څو نمونې راواخلو، نو پوهیږو چې دلته خارجي شرکتونو په خپل سریانې کړی دی، قرارداد په لوړ قیمت ورکړلی سوی ده، کیفیت یې خراب تطبیق سوی ده او کار یې په وخت باندې نه ده عملي کړی. بیا کله که موږ یو پروژې ته د پروژې د مدیریت له اړخه، له هغه علمي اړخه ګورو، یو مثلث ډېر مهم مثلث لرو، هغه مثلث د قیمت، د نرخ ده، کیفیت ده او وخت ده. کله که موږ خارجي شرکتونه مطالعه کوو، د دوی کار په افغانستان کې مطالعه کوو، په دې درې واړو برخو کې هغوی پاتې راغلي، نو په دې معنی چې د دوی کار ډېر کم مؤثر و. او دویمه ستونزه د هغو شرکتونو کار لکه تخنیکي مشورتي کارونه، ولې په څنګ کې د هغې د مدیریت ظرفیت زموږ په داخلي ارګانونو کې هغه کم ظرفیت، د دې لامل کیږي چې هغوی شرکتونه خپل سریانو ته پرېږدي خپل سری وکړي. در برخی از موارد داشتن روابط شخصي البته با شرکت ها، یا ای که برخی از نادای حکومتي یا مسئولین حکومتي به نحو دری شرکت ها سهیم باشن، بیشتر بر از اینا فرصت داده میشه. این میتونه که از علت های باشه که بیشتر به این شرکت ها سهم داده میشه که در پروژه های حکومتي سهم بگیرن. ډیره زیات دلته مونږ د یو شریک تجارت په نوم باندې یو څه شی پیژنو، دوی ورته شیر بزنس وایي، چې مسؤلین په هغوی کې داخل وي او یا هم هغه خارجي اداره چې څوک فنډ ورکوي، هغوی حتی په اسنادو کې شرکت ورته ښودل کیږي چې همدغه شرکت سره تاسو کار وکړي او یا مسؤلین د همغه شرکت سره کار کوي. یعنې اړیکې هر وخت موږ یې نه صورتولی، همیشه همدلته وي. کله که موږ د دې شرکتونو هغه تاریخچې ته وګورو، په افغانستان کې ډیری داسې شرکتونه او تاریخچه ایسته چې هغوی زموږ ګټې غلا کړې دي، د دې هېواد ګټې غلا کړې دي او مسؤلینو لاس ورسره یو کړی ده. د مثال په ډول زه درې مثالونه وایم. سپریم په نوم یو امریکایي شرکت لوجستیکي، هغه د افغانستان 2 میلیونه مالیه نه ده ورکړې، د فرار د تیښتې په حالت کې ده. تر اوسه پورې هغه شرکت سره هیڅ هغه داوام په مخ نه ده تللی. دویم دا اوس تازه د قیصر لامان چې کوم سړک د ساختماني او د ډیزاین او د هغوی د مطالعې برخه ده، هغه شرکتونو سره اوس فایدامي وزارت داوا شروع کړې ده. هغه شرکتونو اوس محکمې کې دي، د دوی نه به 2 میلیونه ډالر بیرته راواخلي. هغې سره په څنګ کې کله چې موږ مشورتي برخې ته راځو، مشورتي برخې کې داسې شرکتونه شته چې هغوی په هېواد کې مشورتي کارونه کړي دي، پیسې اخیستې دي، مالیه غلا کړې ده او بیا له مالیې نه فرار کړی، ولې موږ کوم داسې سیستم نه لرو چې هغه بیرته راولو؟ دومه ډیره حساسه موضوع چې باید دې ته هر افغان ورته فکر وکړي، خصوصا مسؤلین، هغه خارجیان دي او که داخلیان دي. د مثال په ډول باندې د بلخ د نجونو لیلیه جوړیږي، هغه ډیزاین په خارج کې کیږي او خارجي شرکت دا کار کوي. مخکې له دې نه چې هغه ځمکنۍ مطالعه وکړي، مخکې له دې نه چې هغوی یو موبلایزیشن وکړي، او مخکې له دې نه چې هغوی ځان ته ابتدایي څېړنې وکړي د خاورې په اړه، د آب و هوا په اړه، د موادو د شتون په اړه باندې چې کوم ډول مواد په افغانستان کې موندل کیږي، یوازې د هغه ګرمایش د سیستم د لیلیې په خاطر باندې دوی د کوم هېواد داسې یو هېواد سیستم کارولی ده چې هغه 40 درجې منفي هوا دپاره کارول کیږي، په افغانستان کې نه پیدا کیږي. کله چې موږ دا ټول موضوعات سره راټول کړو، پوهیږو چې زموږ قیمت څومره لوړ ځي، ځکه هغه مواد چې په افغانستان کې نشته مجبور دوبۍ او یا نور هېوادونو نه راوړي.
اما غدا چې زمونږ د پروژو قیمت په مونږ باندې لوړ او دویمه موضوع د غس سستینبلټی موضوع ده چې څومره وخت هغه دوام کولی شي څومره وخت مونږ چلولی شو ګردیز شفخانه ده هغه شفخانه کې جنراتور لګولی ده د میاشتې څو لکه هغوی د تیلو مصرف لري زمونږ ولایت هغومره بودیجه نه لري عاید هم نه لري هغومره چې هغوی یو د شفخانې جنراتور وچلی نو دا هغه د خارجیانو یا د خارجي شرکتونو موضوعات دي چې همیش باید په دقت باندې وچلل سي کنی مونږ همیش دغسې بدبختو یو ستونزو سره مخ کیږو تشکر سپاس از روتان در برنامه خوشحال اوسئ مقام ها در منطقه ویژه صنعتی ژوهای در جنوب چین اطمینان دارند که با وجود تنش های بازرگانی میان ایالات متحده و چین گواهی پیشرفت های اقتصادی خواهند بود برخی از شرکت هایی که در این منطقه کار میکنند میگن که پیشرفت های اقتصادی در این منطقه مانند 40 سال گذشته ادامه خواهد یافت و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت پنجاه کیلوگرم آرد 1210 افغانی، یک لیتر روغن 75 افغانی، یک کیلوگرم شکر 38 افغانی، یک کیلوگرم برنج سیلی اول 100 افغانی و یک کیلوگرم چای 310 افغانی. تا لحظات دیگر. خوشبینی هاست توسعه روابط بازرگانی با روسیه سفید. به دامه برنامه بازار خوش آمدید. سرخط خبرها یک بار دیگر. واگذاری شماره از پروژه ها به یک شرکت لبنانی. شرکت لبنانی خطیب العالمی در بیش از یک سال گذشته توانست از بیش از 6 پیمان مشوره‌دهی و طرح پروژه های گوناگون را از نهادهای دولتی به دست آورد. انتقاد از قطع وصل لاین های برق در هرات. باشندگان هرات میگن که وقت و ناوقت برق هایشان قطع می شود و این کار با در نظر داشت گرمای شدید در این ولایت سبب مشکلات زیاد برای آنان شده است. توسعه رابطه بازرگانی کشور با روسیه سفید. مسئولان تخت تجارت و صنایع از توسعه رابطه بازرگانی با روسیه سفید خبر می دهند. حل مشکلات ویزای عربستان برای کارگران کشور سفیر عربستان سعودی از حل هر چه زودتر مشکلات ویزای کار برای کارگران افغانستان در این کشور خبر می‌دهد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع از توسعه رابط بازرگانی با روسیه سفید خبر می‌دهند. سخنگوی این اتاق می‌گوید بر بنیاد القماندی روسیه سفید برای توسعه رابط بازرگانی با افغانستان تا چند ماه دیگر دومین نشست بازرگانی دو کشور یکی از شهرهای روسیه برگزار خواهد شد. در این حال مسئولان وزارت صنعت و تجارت می‌گویند که در حال حاضر حجم بازرگانی افغانستان و روسیه سفید در حدود 4 میلیون دلار در سال است. مثلا اتاق تجارت و صنایع میگویند که بنابر علاقمندی روسیه سفید به توسعه بازرگانی این کشور با افغانستان و نیازمندی های بازارهای روسیه سفید به فراورده های باقی کشور قرار است که نشست های گوناگون تواصل بازرگانی با این کشور راه اندازی شود. سخنگوی این اتاق میگوید که در ماه های آینده گذشته از برگزاری نمایشگاه های مشترک با روسیه سفید زمینه های نشست های بازرگانی مشترک میان دو کشور نیز فراهم خواهند شد. در همین حال سخنگوی وزارت صنعت و تجارت از ایجاد کمیته توسعه بازرگانی و اقتصادی با روسیه سفید خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که با بکار شدن این کمیته روند دادستاد بازرگانی کشور با روسیه سفید از راه ازبکستان و ترکمنستان توسعه خواهد یافت. کمیته همکاری اقتصادی و تجارتی رشد ازی و در آینده نزدیکی سکتور خصوصی افغانستان با سکتور خصوصی بلاروس در بخش جذب سرمایه گذاری در افغانستان یا سرمایه گذاری مشترک و همچنان دادستد من مطمئن هستم که هم به نفع افغانستان هم به نفع بلاروس است. بر بنیاد اطلاعات وزارت صنعت و تجارت در حال حاضر حجم بازرگانی میان افغانستان و روسیه سفید بسیار اندک است اما فرصت های بزرگ برای افزایش حجم بازرگانی میان دو کشور وجود دارند که با بکارگیری از آنها در سالهای آینده این رقم به چند برابر افزایش خواهد. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با سیام پسلای سخنگوی اتاق تجارت و صنایع. سلام شب شما بخیر خیلی خوش آمدید به برنامه. زنده باشید تشکر.
آقای پسالای، آنچنان که خوشبینی های اتاق تجارت و صنایع از توسعه رابطه بازرگانی با روسیه سفید گفته میشه، به که بشه جزئیات بیشتر بتین که در حال حاضر رابطه بازرگانی با این کشور چگونه است و که حجم بازرگانی ما سالانه به چقدر میرسه؟ تشکر. سلام بر شما و به همه بینندگان عزیز. رابطه تجارتی ما با بلاروسیه یا روسیه سفید بسیار محدود هست. ما سالانه در حدود بیشتر از 4 میلیون دلار واردات و صادرات داریم و این واردات و صادرات هم از راه های مستقیم صورت نمیگیرد. غیر مستقیم ما به روسیه صادرات داریم و از روسیه به بلاروسیه فرستاده میشه و همچنان به قزاقستان و از قزاقستان به بلاروسیه و مخصوصا به افغانستان ما انتقالات داریم. این در حالی است که ما در سال گذشته با مقامات بلاروسیه نشست های مختلفی را داشتیم، هم در افغانستان و هم در بلاروسیه، و در مورد گسترش رابط تجارتی بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. علاقمندی بیشتر وجود دارد که رابط ما خوبتر شود، ولی بدبختانه از این فرصت ها تا بال استفاده از این صورت نگرفته است. ما باید کمیته مشترک را ایجاد کنیم تا بتوانیم با اساس همین کمیته رابط خوب تجارتی با بلاروسیه داشته باشیم. ما توانستیم که در بلاروسیه مارکت را ارزیابی کنیم که چقدر مردم توان خرید جنس افغانی را در کشور خود دارند. خوشبختانه از یک طرف تقاضا بسیار زیاد است، از طرف دیگر تولیدات ما در بلاروسیه با قیمت بسیار مناسب به فروش میرسد و ما هم در کشور خود به ماشین‌آلاتی که در بلاروسیه تولید میگردد ضرورت داریم و فعلا هم واردات داریم. اگر رابط ما خوبتر شود، بهبود پیدا کند و راه‌های مناسب برای صادرات و واردات ما جستجو شود، بدون شک که رابط ما با بلاروسیه افزایش پیدا می‌کند. شما اشاره کردین به اینکه ارزیابی از بازار روسیه سفید شما انجام دادین، میشه بگوین بر اساس زمینه ارزیابی‌های شما در اونجا کدام فروردهای افغانستان میتونه بازار بسیار خوبی داشته باشه تا ما بتونیم از فرصت‌های موجود استفاده بکنیم و اونمو اقلام خود صادر بکنیم؟ در میوه‌جات تازه انار ما بسیار مارکت خوب دارد، ما میتونیم صادر کنیم، و در میوه خشک جلغوزه و همچنان بادام، پسته و بعضی محصولات دیگری ما مارکت بسیار خوب دارد. زعفران مارکت بسیار خوب و مناسب در بلاروسیه دارد، میتونیم با قیمت مناسب به فروش برسانیم. همین قسم اکثر تولیداتی که ما در افغانستان داریم، سبزیجات ما، اگر با وقت زمانش برسد، ما یک تغییر اقلیمی و موسمی هم با بلاروسیه داریم که تولیداتی که فعلا در افغانستان صورت میگیرد، مشخصا محصولات زراعتی همین جنس در روسیه، در بلاروسیه نمی باشد و تقریبا 6 ماه بعد به ثمر میرسد. فلهذا از این لحاظ هم بر ما بسیار مؤثر تمام میشه که ما مستقیما به بلاروسیه انتقالات داشته باشیم. آقای پسالای، آنچنان که با گزارش هم آمده بود و گفته میشه که تا چند ماه دیگر قرار است که نشست میان بازرگان هر دو کشور برگزار شود، میشه بگوین که مشخصا به اینکه اگر این نشست برگزار میشه بیشتر روی کدام موارد صحبت خواهد شد و اینکه اگر این نشست برگزار شود میتونه چقدر بر سود بازرگانان هر دو کشور باشه که فرصت های بیشتری اینا فراهم شود؟ در حکومت فعلی نشست هایی که صورت میگیرد یک اندازه نتایج خوبی را به بار می آورد، یعنی نتیجه خوب دارد. به مو دلیل ما طرفدار این نشست هستیم و حتی اشتراک خواهم داشت، و بیشتر اگر در مورد ایجاد کمیته اقتصادی صحبت شود، تسهیلات بیشتر برای انتقالات اموال ما اگر به میان بیاید، در این مورد اگر صحبت شود به ما مؤثر تمام می شود. ما فعلا مستقیم انتقالات نداریم، ما باید مستقیم انتقالات داشته باشیم، و همچنان سرمایه‌گذاران بلاروسی علاقمندی دارند که به افغانستان بیایند، در بخش های مختلف مانند معدن، زراعت و صنعت سرمایه‌گذاری کنند. یک فرصت بسیار خوبی است اگر حکومت فعلی افغانستان بتانه که اعضای سکتور خصوصی بلاروسی را قناعت بده که سر و مالشان در افغانستان مسئول است، میاین به افغانستان سرمایه‌گذاری میکنن. ما
طرفدار سرمایه‌گذاری های مشترک و همچنان گسترش روابط تجارتی با بیلاروسی هستیم که باید در این نشست بحث شود. در این نشست آیا روشن شده تا کنون که چقدر از بازرگانان شرکت میکنن و یا از طرف نهادهای مسئول ما که حکومتی است از اینا هم کسی شرکت خواهد کرد این نشست چگونه است وضعیت؟ تا به حال موضوعات مقدماتیش مکمل نشده، بحث و تبادل نظر جریان دارد، هر چیز تر نتایجی که به دست آمد با شما شریک میکنیم، ولی بدون شک سکتور خصوصی سهم فعال خواهد داشت و مقامات دولتی مشخصا از وزارت تجارت و از وزارت خارجه باید حضور داشته باشند تا با حضور داشت مقامات دولتی سکتور خصوصی دو کشور بتوانن به تفاهم برسن. ما اون کمیته را ایجاد کنیم، طبعا کمیته اقتصادی وقت به میان میاد با سطح رهبری دو حکومت به میان میاد که باید هر دو حکومت تعرفه های ترجیحی را در نظر بگیرن و بتوانیم انتقالات داشته باشیم و با مالیات و تعرفه های بسیار کم ما بتوانیم اجناس خود را به بلاروسیه و از بلاروسیه به افغانستان واردات داشته باشیم. میشه روی چالش ها هم صحبت های داشته باشیم؟ به اینکه در حال حاضر عمده ترین چالش که فرای صادرات ما به روسیه سفید وجود داره کدام ها است و یا از طرف حکومت تا کنون اقدام هم برازی صورت گرفته که اینا حداقل بتونن به این مشکلات راهکار را مد نظر بگیرن، برنامه‌ای را عملی بکنن که این مشکلات حل شه و ما بتونیم که صادرات و واردات به کشور داشته باشیم. در مورد عملکرد و حکومت باید بگویم که یک اندازه کارها صورت گرفته، ولی بدبختانه جنبه عملیش بسیار کمرنگ بوده. به می دلیل مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم تا به حال پابرجا هست. مثلا نبود راه مستقیم به بلاروسیه که ما باید صادرات داشته باشیم و از در واردات داشته باشیم. امی نبود راه مستقیم مشکل بسیار جدی است که ما تا به حال نتانستیم انتقالات مستقیم به بلاروسیه داشته باشیم. اگر این مشکل حل گردد بدون شک رابط تجارتی ما خوبتر میشه. فعلا بیشتر تمرکز باید در این عرصه شود. اگر با دالیز هوایی این مشکل حل میگردد خب در این بخش باید وزارت خارجه ما کار بکنه. یا شما با وزارت خارجه در این مورد صحبت های داشتین به اینکه اینا بتون روند انتقال به گونه مستقیم به کشور آغاز بکنن و یا گفتگوها در سطح بالاتر آغاز شود؟ ما امشب هم با معین سیاسی وزارت خارجه نشست داشتیم در مورد فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان و همچنان در مورد مارکت هایی که ما در خارج از کشور داریم صحبت کردیم. اتشهای تجارتی که معرفی شده در اون مورد صحبت صورت گرفت که باید من بعد تلاش صورت بگیرد که تولیدات داخلی ما باید با گونه احسنش به مارکت های بین المللی فرستاده شود. مشکلاتی که صد راه ما است باید حل گردد و مارکت هایی که با تولیدات ما مناسب است باید جستجو شود، راه حل های مناسب باید پیشنهاد شود، قسم پیشنهاد شود که باید عملی باشد. این موضوعات شریک کردیم. یک مشکل بسیار جدی ما مشکل ویزه بود که در این بخش هم صحبت صورت گرفت که ما باید به بلاروسیه و بعضی کشورهای دیگر بتوانیم به آسانی رفت آمد داشته باشیم. از طرف معین سیاسی وزارت خارجه هم تعهد سپرده شد، گفت که در این بخش ما همکار هستیم، این همه مشکلات ما میپذیریم که پابرجا است، ولی برای حلش اقدامات کردیم و بعد از این اگر اتاق تجارت اشخاصی را بر ما معرفی کنه در بخش ویزه و سرمایه‌گذاری های مشترک مشکل نخواهد بود. ما وقت نا وقت همیشه با مسئولین وزارت خارجه، وزارت تجارت، وزارت مالی و اقتصاد نشست ها داشتیم و موضوعات را شریک کردیم. تشکر سیام صلاح از خانگوی اتاق تجارت و صنایع. سپاس از وقتتان در برنامه. بین هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 48 افغانی، یک لیتر پترول 50 افغانی، یک لیتر دیزل 46 افغانی. لحظات دیگر کاهش میزان سطح آب در بند قرغه.
ادامه خبرها. مسئولانه وزارت انرژی و آب از کاهش 1.5 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده در بند قرغه خبر میدهند. سخنگوی وزارت انرژی و آب میگوید که امسال در بند قرغه در حدود 6.5 میلیون متر مکعب آب ذخیره شده است که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر داشته است. در این حال شمار از باشندگان این محل از کم شدن آب شکایت دارند. بر بنیاد اطلاعات وزارت انرژی و آب، بند قرغه ظرفیت ذخیره در حدود 12 میلیون متر مکعب آب را دارد. اما سال پیش 8 میلیون متر مکعب آب در این بند ذخیره شده بود که این رقم امسال به 6.5 میلیون متر مکعب رسیده است. در همین حال، شماری از باشندگان نزدیک بند قرغه میگویند که امسال سطح آب در این بند به گونه چشمگیر کاهش یافته است. پارسال بسیار زیاد بود، امسال کم شده. مردم زراعت میکنه، از اینجا آب میبرد، اینجا ماشینا را روشن میکنه، مقدار حال کم شده، یک ذره مشکلات زیاد شده. در اثر نامدیریتی که صحیح مدیریت نمیکنه نوا، فقط یو جاریز آمد نداره از طرف پغمان، یو همه تیلاست. بند قرغه یکی از بندهای آبگردان در کابل است. وزارت انرژی و آب از بهره برداری پروژه ترمیم و بازسازی بند قرغه تا آخر امین سال سخن میزنند. که شامل بازسازی و کانال میشه که آب انتقال میده به خود ساحه بند و همچنان یک سربند است که از منطقه پغمان در اوج آبگیر اصلی بند قرغه امو سربند است، از امو ساحه آب وارد بند میشه و فاز دومش در واقع خود جسم بند و ساختمان بند است که گفته می شود که پروژه ترمیم و بازسازی بند قرغه با هزینه 120 میلیون افغانی در دو بخش یک سال پیش آغاز شده بود و قرار است که با بازسازی و پاکاری این بند گذشته از افزایش آبگیری این بند جلو ضایعات آب آن نیز گرفته شود. برای بحث بیشتر قیس محمدی استاد دانشگاه اینجا با ما هستند. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام. آقای محمدی، آنچنان که از کاهش 1.5 میلیون متر مکعب آب در بند قرغه گفته میشه که از وزارت انرژی و آمار کنا ارائه کردن، این آمار چقدر نگران کننده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاهش آب تنها در بند قرغه مورد بحث نیست، بلکه در تمام افغانستان قحطی چندین سال میشه که رو گرفته و بالاخره سطح آبهای سرزمینی زیرزمینی رو به کاهش است، سطح باران ها رو به کاهش است. شما زمستان های گذشته دیدین که کابل خصوصا برفباری های بسیار زیاد کم داشت و چندان چشمگیر نبود. نه تنهایی که به سطح زندگی مردم صدمه میرسانه، بلکه حتی به اقتصاد کابل و افغانستان هم صدمه زننده است. مثلا ای که اگر در بند قرغه آب روز به روز کم شده بره، چون این یک مرکز توریستی برای مردم کابل است، یک مرکز تفریح و میله است، ممکن است آهسته علاقه مندی مردم کابل به اینجا کم شوه. ایواز ازی که بالای ازی بند کار بیشتر صورت بگیره، سرک های ازی بهتر ساخته شوه، پارک های تفریحی در دور و حوش ازی بسیار زیاد شوه، حتی دوکان های نو طلای نو در اینجا ساخته شوه. اما پایین آمدن آب باعث ازی میشه که کشتیرانی در داخل همین منطقه کمتر شوه و سایر انواع عوایدی که وجود داره، چی به نفع حکومت چی هم به خاطر مردم، اردویش میتونه که کاهش پیدا کنه و یک نوع صدمه میزنه به اقتصاد. اکنون وزارت انرژی و آب میگه که به زودی اینا کار ترمیم و بازسازی بند آغاز میکنن. چرا این همی پروژه پیش از این روی دست گرفته نشد که حالا به ای که آب هم در اونجا کاهش پیدا کرده، اکنون وزارت انرژی و آب دست به کار میزنن و اقدام بررسی میکنن؟ چرا نهادهای حکومتی ما پیش از این که چنین کار صورت میگیره اینا حداقل یک اقدام نمی داشته باشن روی دست؟ معمولا قسمی است که حکومت و کسایی که در رأس هستن اینا بعد از اینکه به نتیجه منفی مواجه شوند کارهای عملی را دست میگیرند. مثلا این که قبل از اینکه سطح آب پایین بیایه میتونستن که اینا امو دریاهایی که به اینجا آب انتقال میته او را پاکاری کنه، امو بندایی که وجود داره پاکاری شوه، سطح کثافات از اینجا بیرون کرده شوه و آبگردانی که وجود داره او ترمیم شوه، درستتر شوه. اما متاسفانه در تمام سطوح حکومت ما همین فرهنگ را جدیدن آوردیم که
بعد از اینکه به نتیجه منفی برمیخوریم، بعد از اینکه یک مشکل ایجاد میشه برای حل میپردازیم که هزینه بسیار زیاد داره، مصرفش بلند است. ولی اگر قبل از اینکه ما یک پدیده منفی رو ببینیم، کوشش جلوگیری از او شود، او مصارفش بسیار زیاد کم است. مثلا اگر ای بند به صورت سالانه پاکاری شود، چون مردم اونجا زیست میکنن، مردم به خاطر تفریح میرن، ممکن مصرف ازی بسیار زیاد کم باشه نسبت به اینکه بند به چالش ها مواجه شود و بعد از اون ما بریم او را صفایی کنیم و پاکاری کنیم که مصرف میتونه به مراتب بلند ببره. اگر روی کاهش آب‌های زیرزمینی هم صحبت‌های داشته باشیم، به این که در این اواخر بسیار شکایت‌ها از این بابت وجود داره و با تازگی البته ما بگیم که نهادهای دولتی ما متوجه به این شدن که هر روز ما آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا می‌کنه، این چقدر بر پایتخت به ویژه بسیار نگران کننده است که از آب استفاده بسیار بی‌رویه صورت می‌گیره؟ ما فکر میکنم که مردم افغانستان هنوز هم متوجه شدت این موضوع نشدن. آب در تمام دنیا از جمله اجناس به شمار میره که خیلی عمده هستند و حتی گفته میشه که در سالهای 2050 و 2060 ممکن که پایپلاین های انتقال آب از یک کشور به دیگر کشور بره. هندوستان امروز به مشکلات جدی نداشتن آب آشامیدنی مواجه است، ایران به طرف دیگه ما به این مشکلات مواجه است و به مشکل یک تعداد زیادی از کشورهای عربی به این مشکلات دچار هستند. یعنی آب ممکن که جایگاه تیل را بگیره و از جمله محصولات شوه که ارزش بسیار زیاد بلند داشته باشه. متاسفانه در شهر کابل، چون مرکز تجارتی افغانستان است، به آبهای زیرزمینی اصلا توجه صورت نمیگیره. مثلا من شاهد از این صحنه هستم که 10 سال پیش در خیرخانه در 500 فامیلی در 35 متر چاهای بزرگ آب موجود بود، مردم با دولچه او میکشیدن. اما امروز دمون منطقه در 170 متر برمه او وجود نداره. به می شکل در زن قیمت که خانه خود ما اونجا زندگی میکنیم، قبلا 10 سال پیش در 7 متری آب بود، اما امروز در 18 متری آب نیست. به این معنا که آبهای زیرزمینی روزمره کاهش پیدا میکنه، پایین میره. این حرکت پایین آب باعث ازی میشه که در 10 سال آینده، یعنی در سال 2028، مردم آب زیرزمینی رو در کابل استفاده کرده نتانن، هیچ اصلا وجود نمیداشته باشه. آبها فوق العاده زیاد پایین میره. ما هم ملت و هم حکومت در اینجا به یک نحوه ملامت میدانم. ملت به خاطر از اینکه در هر خانه امروز یک دانه چای میق وجود داره و حکومت به خاطر از اینکه استخراج آب زیرزمینی را در افغانستان و در کابل قانونمند نساختن، امروز کسی که حمام داره چا میزنه، امروز کسی که آب فروشی داره چا میزنه، امروز کسی که موترشویی داره چا میزنه، امروز کسی که به منظورهای دیگه تجارتی از آب مردم افغانستان استفاده میکنه به نفع شخصی خود چا میزنه که اصلا خوردن مال ملت است. اینا باید به منظورهای تجارتی آب مردم افغانستان را استفاده نکنن. اگر چون این کار میشه، حکومت برشان جواز بده از هر لیتر آب زیرزمینی پول گرفته شوه. ما خوب به خاطر هر لیتر پول میپردازیم. یک بوتل آبی که نیم لیتر است، ما در مارکت 15 افغانی میپردازیم. این 15 افغانی کاملا به جیب او شخص میره که کمپانی آب را ایجاد کرده. پس باید حکومت افغانستان از هر لیتر آب از او محاسبه بگیره. چه این آب ها را 10 سال پیش استفاده کرده، چه هم 10 سال بعد استفاده میکنه. چاهایی که به خاطر مردم است، به خاطر استفاده زندگی عامیانه مردم است، باید بالای اینا میتر نصب شوه. اگر از یک سطح مشخص که عبارت از 1000 لیتر در یک روز است که اوسط بین المللی است، از این بالا میره باید پول بپردازن. تا زمانی که ما آب را در افغانستان لیترکی با پول با مالیه نسازیم، آب کابل بیمابا استفاده شده میره و بالاخره روزی میرسه که ما ایواز پایپلاین تاپی یک پایپلاین دیگه آب را از کشور همسایه به اینجا کش بکنیم و پول آقای محمدی، آنچنان که شما اشاره میکنین که چاهای عمیق و نیمه عمیق فعلا در پایتخت حفر میشه، اما هیچ نظارت از این صورت نمیگیره. تاکنون این حکومت نتونسته که در بخش جوازدهی از حداقل کار بکنه. حتی ما میبینیم در کنار جاده ها بمبه ها اونجا
داده میشه، اما هیچ کس نیست که بر از اون نظارت بکنه و جواز بده. اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه چقدر وضعیت نگران کننده است اگر حکومت نتونه کار بکنه؟ ارقام رسمی نشان میده که حدود 2,13,000 دانه چا در شهر کابل وجود داره. من مطمئن هستم که تعداد از این بیشتر از این است و بسیار زیاد است. یک وقت مردم به خاطر بمبه ها قطارها استاد میکردن که آب بکشن، امروز و قطارها گم شده. به این معنی که هر کس داخل خانه خود یک دانه چا داره. اول شروع باید کنیم از تمام کسایی که برمی چا دارن. اینا باید جواز بگیرن و بدون اجازه حکومت برای هیچ کس برمه نزنن. بعد از او بیم روی خانه ها، هر خانه محاسبه شود، دیده شود چقدر آب استفاده میکنه و این باید لایسنس گذاری شود. بعد از او حکومت افغانستان، وزارت انرژی و آب افغانستان، من نمیفهم اینا در کدام خواب بودن تا به امروز. 10 سال قبل در پوانتون کابل سیمینارها برگزار میشد بر اینکه آب افغانستان رو به کاهش است، اما اینا خواب برده بودن. باید امروز بیدار شوند، بیاین آبهای زیرزمینی افغانستان رو مدیریت کنند. رای حل بهترشی است که ما مراکز آبی را در هر ناحیه ایجاد کنیم، حکومت چاه‌ها را حفر بکنه، از او چاه به این مرکز آب بیاره، بعد از او این آب‌ها توزیع شود بر مردم افغانستان تا ما بتانیم چاه‌های خصوصی و شخصی را در خانه‌های مردم مسدود بکنیم. در غیر از او صورت 10 سال بعد، سال 2028، اینمی امروز تاریخ ثبت شد، سال 2028 شهر کابل در 250 متر هم شما آب پیدا کرده نمیتونید. در قسمت از اینکه استفاده بیروی آب بسیار زیاد صورت میگیره از طرف مردم، اگر از طرف حکومت برنامه آگاهی دهی هم عملی شود میتونه چقدر سودمند باشه که حداقل مردم آگاهی پیدا بکنن در حال حاضر؟ من فکر میکنم که هم به سطح پوانتون ها و هم به سطح خانواده ها باید از این کمپین ها شروع شود. در این کمپین ها رسانه ها نقش عمومی را دارن، نقش عمده را دارن و همچنان پوانتون ها نقش بسیار زیاد عمده دارن. باید یک مضمون به نام مدیریت آب در پوانتون ها ایجاد شود، سمینار ها ایجاد شود، ورکشاپ ها باشد تا مردم از پوانتون ها اطلاع حاصل کنند که آب کابل، آب افغانستان حیاتی و مهم است و باید برای مردم بهتر توزیع شود. ما باید با نسل های آینده جفا نکنیم که امروز آب شیرین افغانستان و کابل میگیریم بالا یک موتر به مصرف میرسانیم که باش موتر پاک شست و شوشا. اگر ای آب ضایع میشه و در فعالیت هایی که اونا مفیدیت چندان نداره، حیات انسان را تامین نمیکنه، به مصرف میرسه، این جفا است نه تنها به امرای خود از این خانواده بلکه با تمام ملت افغانستان که بالاخره ما مجبور شویم آبها را از کشور همسایه وارد بکنیم. تشکر، سپاس از ارتان در برنامه. و این هم نرخ شمار سرسای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 72 افغانی و 20 پول، یک یورو 84 افغانی و 10 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 576 افغانی. سپاس از این که بیننده برنامه بازار بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.